سلام، خوش آمدین به برنامه امروز ما. امروز آمدم خانه هموطن عزیز خود، هموطنی که درد دیده است و رنج دیده. از نزدیک بارشان خواستیم که درد دل کنیم، بپرسیم که زندگی چطور میگذره با این هوای سرد کابل، با برف و با نیستی و ناداری. از مادر خود بپرسیم و این مادر که شوهرش مریض است و طفلکایش هم نام خدا خورده ریزه، همش نان میخواین و آب میخواین. مادر جان سلام به خود. سلام، خوب هستین؟ صحت خوب؟ شما خوب هستین؟ زنده باشی مادر عزیزم. چند طفلکایت است؟ 5 تا. 3 بچه، 2 دختر. شوهرم مریض است. این خانه که زندگی میکنم، مفترا یگان شدیم به خاطر که یگان کمکتشان میکنم، کلاشویی یگان کاراشان میکنم. شوهرم مریض است، کار کردن نمیتونه، دکس کمر است. از مورای گردن خودم شکایت داره، چیز بلند، اصلا چیز گرنگ بالا کردن نمیتونه. این بچه هم از صنف 6 مکتب است. دینی میوای سرد خلطه فروشی میکنه، با نیم روز میدن در یک مدرسه درس میخوانه. مقصد ما یک چاره میکنیم، وسایل خانه چیزی که بود فروختیم، دیگه هوای سرد یه مقصد زندگی گذاره میکنیم. شوهرم نمیتونه کار کنه، مریض است. دیگه صاحب اولی خیب نمارم مفتره یکان شانده، باز کار شانه، کالای شوی شانه، کار شانه میکنم، صفا کاری خانه شانه. بازم یک اتاق به من داده، بازم یه زندگی میکنم، باز پیسه یکان چیزی که میتونم شوهرم هم میبرم پیش دکتر مساج انتگاه پا میدیم. شکر به مو طفلکت، به مو بچگکت که هم کار میکنه و هم مدرسه میخونه، ماشاءالله که دست پدر مادر بگیره. زنده باشین. بله، ما میخوایم که در آینده یک بچه فامیده باشن، در وطن خود خدمت کنن، کار کنن. اگه تو بانم که پیش درسایش نگردم خونه، آیندهش خراب میشه. به خاطر نیم روز درس میخوان، نیم روز خلطه فروشی میکنم، هم چندان پیسی نیست. 50-60 روپیه، 70 روپیه هم یک نان خوشکمو میشه. برادر خودت چی تکلیف داری؟ اول سلام، برای سلام تشکر شما که ما را از نزدیک دیدن کردین. من تکلیف دست که کمرم دارم، موری گردنم نزدیک شده. همین حال خانم من گفتم که عکسای اومده مویان نوری است، گفتار شما گفتیم وقت نداریم، با خودش وقت نداریم که ما رو برتون میکشید. یعنی این تکلیف بر ما پیش دیگه جیرانه که بود خانم برتون گفت همین گپو است. خودت هیچ کار نمیتونی؟ ولم که بتونم خودم میکنم، چرا نمیتونم؟ به خاطر کمی چیزی باز بزاف درست کنم، دست که کمر هستم نمیتونم. کار نیست. باشه که میکنیم دیگه. مشکل افغانستان رو ببین که به چی حالت رسیده. فقر به بیچارگی به بسیار زیاد رسیده. به کل مردم این پریشان است. 80% افغانستان الا 5% سر حال باشه دیگه، 95 به فقر بیچارگی شب روز خود تیر میکنه. باز شما درس خوندین مادر جان؟ نه خیلی، در وقت ما دیگه شرایط خوب نبود، جنگا بود، درس نخوندیم. شوهرتم؟ شوهر متوسط فشت مکتب خواندن نیست دیگه، یا متر خواندن نیست که در جای برد یک مسئله یک کار کنه. فلسکار بود دیگه، آلخانه ایست که کار مریض هم است نمیتونه. فلسکاری هم خود چیز گرنگ گرنگ بالا کده نمیتونه دیگه، مریض است نمیتونه. ما 6,000-7,000 کرای دوکان بدیم، کار نیست، چیده بخوریم چیده کرای دوکان بده. هوا امروز برو سرد. یک نان چقدر قیمت؟ بله، 15 روپیه، 20 روپیه. از این نانای خنک که میدانی در پرواز می باشه، از این ما پیدا میکنیم، بچه که میاره. نام خدا طفلدار هستم، هم 6-7 میاره، مقصد گذران خدا میکنیم. هوای سر زمستانم روز بروز سیفتر شده میره. خداوند میره بان است به همه کمک کنه به ما هم. بیشک. از دوستا و شناسا و قوم خیش کسی باز شما را هیچ کمک نکده نمیکنن؟ کل مردم در غم جان خود است، همشه ریقن کل اگیرم تو مشکلات زندگی دارن. حالا وقتی نیست که کس به کس رسیدگی بتانن، کار نیست، همگی گشنه است. بله، کل مردم اینم تو گشنه است. هیچ کس دیگه وطن پیسدار پولدار نیست که به وطن خود، به غریب خود کمک کنه. کل مردم اینم یک رقم هستن. اگه بسیار ها که اگه اگه بچه های کلان داشته باشن، یک وظیفه داشته باشن که ماش خدا بگیرن. از ما مردم خود نشور ماش دارن خودم دیگه. اونم بچه های کم کت ما هست. اون شورم به خیر خوب شود، تداویش کنم، باز خدا میره بان است. وقتی هم وطن تا میبینی که نیستی و ناداری رنج میتیش، واقعا آدم رنج میبره. ای کاش میگفتی چشم به دیدن نمیداشتم و گوش به شنیدن. با طفلکایی که جراب با پایشان نیست، با پدرشان که مریض است،
مادری که هم مرد است به خانه و هم زن است و حیران به خدا است که چی کنه و کجا بره و چی بخورن. خداوند ما شما را کمک کنه. خداوند رحم روشنی خدا به ملت افغان، به افغانایی که بیچاره هستن، آواره هستن، در بدر هستن، رحم روشنی کنه. اگر پیام داشته باشی به هموطنایی که میتونن ما شما را کمک کنن، چی میگی مادر شیرین؟ داشته باشن کمک کنن خب بسیار خوب میشه. این طفل دار هستیم، اولاد دار هستیم، کمک کنن به یک منی به همه کنم تو مریض دار هستن، طفل دار هستن، کمک کنن. بسیار از پیشان خوش میشیم، از پیشان دعایشان میکنیم، تشکری از پیشان میکنیم. هر کس که هست کمک کنن به ما خوش میشیم، از پیشان دعایشان میکنیم. سلامت باشی مادرم. شما فراموش نکنین مخلوق خدا را، که خداوند ما شما را فراموش نکنه. دست خدا بگیریم سر هم وطنای خود، یک نان خود نیم کنیم با این طفلک ها نیم نانه. اگر یک روز نان نخوریم شاید ما مشکل بر ما پیش نشه، ولی این طفلک هاست که روزان نان ندارن، شبا آب ندارن، چوبی بر سوختاندن ندارن و آردی بر پختن. مادر از سرنج و تمام زندگی و جار جنجالا و پدری که با تن مریض خود حیران مونده چی کنه. چشم برای کمک های شما هستیم. کامنت ها و مهربانی هایتان را فراموش نکنین. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپاریم. خدا نگهدار.